تنش ذهنی من چیزی است که با مفهوم توده بحرانی میخوام این رو بیان بکنم. من احساس میکنم جامعه ایران وضعیتی است که میشود به یک جهت گفت براش یک کریتیکال ماس، یک توده بحرانی شده. توده بحرانی، دوستانی که درگیر هستن با این مطالعات میدونن متعلق به جامعه شناسی است و سوشال داینامیکسه و پویای شناسی اجتماعی مفهومی داره به نام کریتیکال ماس. منظور از کریتیکال ماس یه جسه بحرانی است. وقتی جرمی بزرگ میشه و مواد و مصالح رشد میکنه و ظرفیت‌های یک چیز بیشتر میشه و میخواد از خودش آثار تازه‌ای بروز بده. ببینید یک موجودیتی، یه انتیتی، هر انتیتی، حالا ما جامعه ایران، چگالیش رشد میکنه، چگالی این جامعه رشد میکنه و مواد و مصالح و محتویاتش، زیست جهان جامعه، آگاهی ها، ارتباطات، شهرنشینی، داستان های دیگر، این چون چگالیش تغییر پیدا کرده میخواد از خودش آثار تازه و صفات تازه نشون بده، چون اصلا صفات جمعیتیش عوض شده. و اگر این شرایط براش فراهم نشه که نتونه اون آثار تازه رو بروز بده، به گمان بنده، به ایمان دانش آموز، اگر این تغییرات مدیریت نشه و برای ظهور این استعدادهای تازه، خصائص تازه، مثل یه جوانیست که نوجوانیست که به بلوغ رسیده، از خودش یک رفتارهای تازه میخواد بروز بده، حالا اگر فرصت ظهور منظمی برای این خصیصه های تازه، برای این جرم جدید با تغییرات چگالی تازه‌ای که جامعه پیدا کرده، در سوشال داینامیکس میگن کریتیکال ماس. یعنی این یک توده، یه مسی شده که کریتیکاله، یعنی بحرانی است. من تصور میکنم در ایران چون این پدیده اتفاق افتاده و ساختارهای موجود نمیتونه به این چگالی سرویس بده و اصلا نمیتونه بفهمه، اصلا بیگانه است سیستم رسمی کشور و ساختار سیاست‌گذاری کشور و مدیریت کشور و گاورننس. به طور کلی سر ناسازگاری داره با این تغییرات، اصلا نمیفهمه این تغییرات رو در مجموع. و برای همینه که به نظر میرسه که سال هاست که ظرفیت ها و اندام های حسی و حرکتی جامعه معطل مونده. من گاهی در بعضی سیاه مشکام گفتم جامعه ایران یک جامعه معطله، معطل مونده، یعنی اندام های حسیش محدود شده، اندام های حرکتیش محدود میشه. و در بحث شما اندام های مشارکتی و ظرفیت های عقلانیتی، رشنالیتی، در اینجا جامعه ایران جامعه ایست که عاقلان هستن، عقلانیت نیست. خیلی عجیبه، خیلی پیچیده است و حتی گاهی سرکوب میشه، این اندام ها قطع میشه، این ظرفیت ها منکوب میشه، گاهی هم درک نمیشه. من تصور میکنم که امروز بتونیم از نفس شما و هم نفسی و هم کنشی و هم اندیشی من یاد بگیرم که چه کار بکنیم که برگردیم به خود جامعه، به این جامعه معطل رها بشه و ظهور پیدا بکنه و اهتزاز پیدا بکنه و بتونه متناسب با اون تغییراتی که درش اتفاق افتاده خودش رو متحقق بکنه. صفات جمعیتی تغییر پیدا کرده و این تغییرات هم مدیریت نمیشه و طرح ناتمام شده جامعه ایران. جامعه ایران یه طرح ناتمام، البته 200 ساله که طرح ناتمامه، از جمله 40 سال هم که دیگه خیلی وضعیت پیچیده تر شده. مثلا من ببینید شهرنشینی در ایران 70 چند درصد تا 80 درصد رسیده.
فقط در نظر بگیر که افغانستان 23% مثلا. ببینید یعنی 20 و چند درصد افغانستان میتونه برای ما یه مقیاسی بشه که بفهمیم که جامعه ایران چقدر متفاوته. حالا این شهرنشینی چه بدبختی هایی داره، جوامع اروپایی چند صده طول کشید، اینجا چند دهه این اتفاقات افتاده. ما حالا شهرنشینی داریم بدون شهرنشینی، یعنی یه ساختارهای روستایی به نام شهر، ولی جامعه واقعا پویایی های شهرنشینی رو از خودش میخواد نشون بده و میده، ولی مدیریت شهری نداریم، سیاست های شهر نداریم، سیاست های اجتماعی نداریم، ظرفیت های مدنی شهر فرصت ظهور نداره، مکان های عمومی شهر، فضای اجتماعی شهر، زیست جهان شهر، نهادهای مدنی، حوزه عمومی شهر، پابلیک اسفیر شهر که اونجا اون عقلانیت اتفاق بیفته و شهر خودشو اداره بکنه، شهر خودشو مدیریت بکنه. ببخشید من اینجا یه مثالی زدم که در آمریکا 82% شهرنشینی، من اینجوری میفهمم یعنی شهرنشینی در ایران 80% یعنی چه. و شهرهای دیگری که مثال زدم اینجا، خب شما در نظر بگیرید این 4 دوره‌ای که در ایران هست. ببینید این دوره آقای رفسنجانی است، این دوره آقای خاتمی است، این دوره آقای احمدی نژاد، این هم دوره آقای روحانیه از تا جایی که البته بررسی شده. این شهرنشینی به این صورت میره بالا دیگه، این شهرنشینیه دیگه. این تغییرات در ایران هست. صدای من میاد؟ ببخشید. بله. بعد خانواده، من اصلا نمیخوام اینجا درنگ بکنم، واقعا اگر هم فکر میکنید لازم نیست من اصلا اشاره بکنید از اینا سریع بگذرم، ولی فکر کردم که یه ذره این کریتیکال مس رو بداریم که بر سر جامعه چی میاد، جامعه چه تنش هایی داره، چه اضطراب هایی داره، حول و ولای جامعه چیه. ببینید خانواده یک نهاد مهم نیست در ایران، بررسی شده یکی دو تا از مهمترین نهادهایی که هنوز دوام آورده در ایران خانواده است، ولی زیر و رو شده این خانواده. سایز خانواده 5 بوده این نزدیکی ها، الان شده 3 و خورده، یعنی ابعاد خانواده تغییر پیدا کرده و ساختارش عوض میشه، پدر سالاری خیلی تغییر پیدا کرده، کارکرد پیشین اجتماعی سازی بچه ها رو دیگه خانواده نداره. خانواده دیگه اون خانواده قبلی با اون وضعیت سنتی که بچه ها رو اجتماعی بکنه الان به اون صورت نمیتونه بکنه. خب شما از طرف دیگه چیزهای دیگری که اجتماعی میکنن بچه ها رو چی هن؟ آموزش و پرورش. آموزش و پرورش ایدئولوژی که رسمی ما هم فشله، واقعا نمیتونه، واقعا نمیتونه. یعنی این مدارسی که ما داریم با اون نقش آموزش رسمیشون، توش معلم های خیلی خوب هست، توش مربیان فوق‌العاده است، ولی به هر حال سیستم آموزش پرورش ما حافظه‌گرا، خردبین، کمیت نگر، رقابت‌های فردی رو به شکل بدی تو بچه‌ها، به شکل بدی خودمداری رو به بچه‌ها یاد میده. البته پدر مادران به کمک مدرسه میان، حقیقت یه مدار پدر مادر ما متهمی، پدر مادر هم مشکل داره، ولی خب ما فعلا با سیستم ها میخوایم یه ذره، چون سیستم ها درست باشه پدر مادر هم متوجه میشه که باید چه کار بکنه. به هر حال رسانه ها هم که متاسفم که بگم در انحصار دولت، یعنی منظور من از دولت حکومته و هیچی دیگه، بچه ها اجتماعی نمیشن، فرایند اجتماعی شدن بچه ها. حالا بچه های ما چه کار بکنن؟ جسدشون بزرگ میشه، ارتباطاتشون، تحصیلاتشون اصلا عوض شده، اتمسفر جامعه عوض شده، پارادایم تغییر پیدا کرده. با این پارادایم شیفت، با این تغییرات، بچه های ما میرن سراغ انبوهی از رسانه های غیر رسمی و شبکه های اجتماعی، چاره ای ندارن، جز اونا هم مهمه، اونا هم به هر حال ظرفیت های اجتماعی هستن، ولی چون سرویس درستی داده نمیشه و مدیریت نمیشه، یه دوئلی به وجود میاد بین فیلترینگ از بالا و مصرف دیجیتال از پایین. دیده میشدم پس هستم، لایک میکنم پس هستم، فالو میکنم پس هستم. چرا؟ چون فالو، چون قدغن فیلتره.
یعنی یک دوئلی به وجود میاد بین جامعه، یعنی پرکتیس ها و پالیسی ها. پالیسی ها یه جور از اون بالا محدود میکنن و شما تصور بکنید یک جامعه ای که 40 میلیون کاربر تلگرامی داره، که تلگرامی که قدغره، اصلا این جامعه معلوم نیست که میخواد چی بشه. چطور میشه که جامعه 40 میلیون مردم هر روز از جمله بنده از تلگرام استفاده میکنن به عنوان یک دانش آموز و معلم، ولی میدونم که دارم مثل چراغ قرمز رد میکنم، هر روز دارم خلاف پالیسی ها عمل میکنم. این کدوم پالیسیه؟ این چیه؟ بین این وحشتناک فاصله وحشتناک بین پالیسی و پرکتیس. دیگه تأمل بازاندیشی در این رسانه ها کم دیده میشه. الان آخرین چیزی که من دیدم، البته مربوط به تابستان 3 ماهه در بیاد از مرکز آمار ایران، که مردم اوقات فراغتشون رو چجوری میگذرونن و چند ساعت چند دقیقه چه کار میکنن، خیلی محل تأمل میشین. 3 ماه که در میاد، حالا اون چیزی که مرکز آمار ایران در میاره، روزی به طور متوسط ایرانیان 2 ساعت و 10 دقیقه صرف رسانه ها میکنن، یعنی 2 ساعت و 10 دقیقه با رسانه ها مشهورن به طور متوسط، از سیستان بلوچستان تا آذربایجان غربی به طور متوسط هر ایرانی 2 ساعت و 10 دقیقه، الان 12 دقیقه. بعد ضریب نفوذ اینترنتی که در دهه 70، اواخر دهه 70، یعنی این نزدیکی ها 4% بود، الان 80% شده. ببینید این خیلی خیلی تیکاف بزرگی است، اما سیاست ها لشن، سنگینن، ساختارها لاک پشتی هن، اصلا معکوس هن. خب اینترنت قطع میشه و الان تازه میخوام محدود بکنن. دیروز من دیدم قوه قضایی کار قوه مجریه رو میکنه، قوه مجریه میگه آقا ما بذار ببینیم خودمون میخوایم چه کار بکنیم. یعنی اصلا یه مشکلاتی به وجود اومده، و در حالی که رسانه هم مهمه، میگن مشروطه انقلاب تلگراف ها بود، رسانه اینقدر مهمه، یعنی اینقدر رسانه مهمه که تا تلگراف به وجود اومد مرجعیت بزرگ به وجود اومد در جهان اسلام، و میگن مشروطه انقلاب تلگراف هاست، و همینطور میگن که اگر رادیو به ایران نیامده بود نهضت ملی به اون صورت نمیتونست پیش بره. اینقدر رسانه ها مهمه، اینقدر مهمه که اصلاح طلبی دهه 70 نتیجه رسانه های مطبوعاتی است، اینقدر مهمه که تب و تاب ها و جنبش دهه 80 نتیجه رشد اینترنت بود، اینقدر مهمه، و اینقدر مهمه که اعتراضات دهه 90 نتیجه شبکه های اجتماعی است. پس رسانه مهمه، اما با این وضعیتی که من عرض کردم، ببخشید. شاخص باسوادی جمعیت 6 سال بالای کشور 80 و چند درصد. حالا سواد کیفیتش چیه و اینا من اصلا کاری ندارم، اینا بحثای کلیه، بحثای اساسی، یعنی اون بحثای مبنایی است. اون مباحث بعدی رو باید به جای خودش صحبت بکنیم. ببینید جامعه‌ای هست که برخی شهرها 90 و چند درصد باسواد داره، 14 میلیون تحصیل کرده در ایران در سطح عالی وجود داره، الان 14 میلیون تحصیل کرده عالی داریم، در حالی که 10 میلیون بی سواد هم داریم، 8 میلیون 9 میلیون تا 10 میلیون این اختلاف. چطور میشه که یک جامعه 14 میلیون تحصیل کرده عالی داشته باشه 10 میلیون هم بی سواد داشته باشه؟ این جامعه آلاخون بالاخونه، یعنی اصلا این طرفش یه چیزه اون طرفش یه چیزه، مگه میشه یک چنین جامعه به اصطلاح چپندرگیچی؟ خب بس تحولات همگن نیست و درس جامعه متشنجه و قطبیه، پولاریزه هست. برای اینکه تغییرات مدیریت نمیشه، چرا مردم تحصیل میکنن 14 میلیون؟ اون تقاضای اجتماعیه، اون مردم بر اساس پس زمینه های تمدنی، فرهنگی، پویایی های خود جامعه، تمایل خانوارها برای سرمایه گذاری انسانی روی بچه هاشون، پناه بردن مردم به درس خوندن، به دانشگاه، به آموختن، برای رها شدن، برای موبیلیتی، برای تحرک اجتماعی، میرن میگن که
به هر حال ببین حداقل درس بخونیم، آموزش زبان انگلیسی ببینیم، بریم دنیا رو ببینیم، بریم تحرکی داشته باشیم، وضعیت درآمدی خودمون رو بهبود ببخشیم. ولی مو در این موج تغییرات همین بچه‌هایی که درس می‌خونن غرق میشن و آموزش عالی پولی میشه، نمیدونم و و و داستان‌های دیگر. ببخشید، این هم وضعیت هرم‌های جمعیتی ماست که ملازم می‌فهمید 2006 2016 2020 26 ببخشید. من یه عددم بگم خیلی رد بشیم. ببینید در زمانی که انقلاب کردیم متوسط سنمون 2.6 بود. مردمی که انقلاب کردن در سال 57 به طور متوسط 2.5 کلاس درس خونده بودن، بزرگسالهای ایرانی. خب الان این شاخص 4 برابر شده، 10 کلاس درس خوندن. یعنی در طول 4 دهه 4 برابر شده اون شاخص مهم جهانی که یونسکو اعلام میکنه که به طور متوسط بزرگسالان یک کشور چند کلاس درس خوندن. مردمی که در 4 دهه 4 برابر شده شاخص کلاس رفتنشون که خیلی مهمه، ولی سیستم ها تغییر مناسب با اون، سیاست ها تغییر مناسب، مدیریت کشور تغییر مناسب با اون نداره. من میخوام بگم چرا مشارکت اجتماعی و چالش ها چیه و چرا من البته مفهوم کریتیکال مس رو تمرکز دارم که بگم که چطور جامعه ایران توده بحرانی شده. و حالا خود همین آموزش رو در نظر بگیرید که ما 10 کلاس به طور متوسط به سمت 8 9 10 به دلیل اینکه این متوسط دامنه هایی که در کشور وجود داره یه واریانس هایی وجود داره، من میگم 8 9 10 بعضی از استان ها به سمت 10 میرن. خب حالا این کشور با این وضعیت نابرابریش وحشتناکه. با نابرابری همین آموزش یعنی شاخص نابرابری آموزش شاخص جهانی است، ببخشید 37.3%. در حالی که برای کشورهایی که از نظر Human Development Index ما با اونا همگروه هستیم، کشورهایی که از نظر شاخص توسعه انسانی ما با اونا همگروهیم، اونها به طور متوسط این شاخص 16.7. یعنی شاخص نابرابری کشورهای همتای ما 16.7 در حالی که ما 37.3 هستیم. پس 14 میلیون تحصیل کرده 10 کلاس درس خوندن اما نابرابر، تعارض ایجاد میکنه، تنش ایجاد میکنه. و برای کشورهای اروپایی البته این 8% نابرابری، یعنی چون اونها ملت الهی نیستن و بعد خلق قهرمان نیستن و بعد معنویت ما رو ندارن، دین اسلام رو ندارن، برای همینه که و بس سرمایه‌داری هم هستن، برای همینه که اونها نابرابریشون 8%. ولی ما چون خیلی حساسیم، برای یتیم گریه میکنیم، نون نمیدیم، میشه 16.7%، 37.3%. حالا در نظر بگیرید که من تصورم این بود که مسائل اینه که از در شهرنشینی، دورخیز سواد، جهش، تغییرات جهشوار دسترسی به رسانه ها، پرتاب شدن به یک دنیای به شدت جهانی شده، به شدت در حال رقابت، مردمی که خواهان تحرک اجتماعی هستن، نظام مشارکت اجتماعی به طور نهادینه، مستقر، کم هزینه و رسمی، مورد حمایت، تشویق، توسعه رو ندارن. و یعنی بهره‌برداری، یعنی کفران نعمت میکنیم. اگه من بخوام به زبان سنت های با ارزش خودمون بگیم، میشه یعنی ما در حال کفران نعمت ها و مواهب این سرزمین هستیم. و یک مثالش اگر بگید، تازه ما در پنجره جمعیتی هم رومون گشوده شده چند ساله، همه عزیزان میدونن، من به عنوان یک دانش آموز درس پس میدم، ما الان گروه سنی 15-65 سالمون به هر حال به یه حدی رسیده که به این میگن یک پنجره جمعیتی، یعنی یک فرصت طلایی است، یه مومنتوم طلایی است برای هر کشور، یه دوره میشه این
یه دوره میشه که این پنجره باز میشه برای مشارکت، برای خلاقیت، برای اشتغال، کارآفرینی، توسعه، نقد، هنر، فکر، فرهنگ، مدنیت، محلهات توسعه پیدا بکنن و چیزهای دیگه. ما متاسفانه از این هم استفاده نمی کنیم. برای اینکه ملاحظه بفرمایید دیگه، این 16 تا ببینید 15 تا 64 سال هاست که این پنجره جمعیتی ماست که نمیتونیم متاسفانه از این پنجره هم که رومون گشوده شده و چند سال بعد اونم بسته خواهد شد نمیتونیم استفاده بکنیم. من به این میگم چالش ها، یعنی این درک بنده از بیمان یک دانش آموز کوچک از چالش های ایران. حالا این تعبیر بنده است، تعبیر نارسای بنده است. شماها که صحبت میکنید و مطالعه میکنید میدونید که مسائل، من چند تا مثال بگم. مثلا ببینید این توسعه انسانی ماست، Human Development Index، خب ولی این GDP ماست. یعنی میبینید که ما روندهام، ترندهایی که تو جامعه وجود داره، این ترندها با هم همداستان، همزمان، همافزا، همگرا نیستن. این از نتیجه اون سیاست ها و ساختار هاست. من یک مثال دیگه اینجا نشون دادم که باز همون چهار تا دوره هست، چهار دوره‌ای که ریاست جمهوری که عرض کردم. این همون استنفورد که مطالعاتی که درباره آینده ایران شده و تقریبا دو سه ساله که من مرتب توی بحثام از قسمت‌های مختلف این مطالعه استفاده می‌کنم و بیان می‌کنم. بسیاری از محققان این مطالعه هم خود بچه‌های ایرانیانی هستن که یه تعداد از اون بچه‌ها در همین هواپیما از دست رفتن. خب این ببینید این وضعیت در واقع منابع نفتی و این داستان ماست. تازه همه این بحث هم قبل از این تحریم هاست، قبل از این مسائل اخیره. و بعد دقت بفرمایید، این هم دسترسی ما به آب، یعنی منابع طبیعی و به طور مشخص در اینجا آب. آب این وضعیت سقوطشه، این وضعیت ناپایداری نفت و درآمد هامونه. ولی این از نظر اینترنته، یعنی یک کشوری که از نظر اینترنت این رنگی که ببخشید میبینید اینقدر مردم دارن ارتباطاتشون بیشتر میشه، آگاهی هاشون بیشتر میشه، خودشون رو مقایسه میکنن با دنیا. یه زمانی با ژاپن مقایسه میکردیم، بعد کره جنوبی شد، الان یواش یواش ترکیه، و حالا نوبت میرسه به کشورهای مثل قطر و یه کشورهایی در این منطقه وجود داره. مقایسه میکنیم و مردم میبینن و حسرت میکشن و مشکل داره. به هر حال اینا با هم همگرا نیستن. بس یه جامعه بیقرار، ناهمگن، تغییراتش به پایداری نرسیده، سستینبیلیتی توش وجود نداره و میتونه این جامعه چپه بشه. میتونه این جامعه کلن سرچپه بشه. گاهی که صحبت از فروپاشی مناقشاتی وجود داره، فروپاشی اجتماعی، فروپاشی سیاسی، فروپاشی اخلاقی، اینا نمیشه همینجوری من در حد اندازم نیست که همینجوری به کار بگیرم، ولی درگیرم به عنوان یک دانش آموز که واقعا بله یک چپه شدن این جامعه و خودکشی این جامعه یک مسئله هست. محتوای جامعه عوض شده، شکلش تغییر پیدا نکرده. فوکویاما اخیرا اومده بود اینجا، یه سمیناری داشت در این منطقه. اونجا من از ایشون میگم که میگه که جامعه ایست که مرتب ایژوکیتد میشه، آموزش میبینه و و و و چیزهای دیگه، ولی ساختارهای رورال استراکچر، ساختارهای روستایی، این تناقض وجود داره. و من البته این رو بخوام با زبان مطالعات اجتماعی به طور سیستماتیک بیان بکنم، مقایسه گمنشفتی و گزلشفتیه. جامعه ای که وضعیت گمنشفتی رو رها کرده، وضعیت گزلشفتی مستقری هم نداره. که البته میشه یک ملتی با روح سرگردان، روح سرگردان ایرانی میشه. البته فرصت نیست که بر اساس همون مطالعات تونیس و مباحث تونیس که دوتا به اصطلاح سوسایتی رو با کامیونیتی مقایسه میکنه، یعنی وضعیت گمنشفتی و وضعیت گزلشفتی، اینا رو بخوایم که مقایسه بکنیم یه ذره وقت میگذره. اگر اجازه بدید بگذرم از این که در واقع جامعه از اون تعداد کمش شده تعداد زیاد، از اون روابط احساسیش، روابط حسابگری،
از اون نظم طبیعیش نظمهای قراردادی میخواد پیدا بکنه، یعنی میخواد از وضعیت جمعشفتی قدیمی زندگی سنتی که الان برای ما نوستالژی شده و و که نمیشه بمونه اونا، از اونها میخواد گذر بکنه. اگر درست گذر بکنه، از ظرفیت‌های خود قبلی خودش هم خوب استفاده بکنه، اونا رو نقد بکنه، تحول بده، اون میشه دیولپمنت، این میشه انریچمنت. یعنی خود جامعه از ظرفیت‌های قبلی گمنشفتیش، مثلا اینکه در محله یک کسی یک مشکلی داشت، همه میریختن تو خونه‌اش، غذا میپختن، نمیدونم چراغ خونه‌اش رو روشن میکردن، جارو میکردن، اینکه یه نفر هر روز میمد با آفتابه جلوی درش رو تمیز میکرد و جارو میکرد، آب میریخت، این وضعیت گمنشفتیه، این نیست. خب ولی الان میخواد وضعیت گزرشفتی پیدا بکنه که محله هم هیچ کامیونیتی نداره، هیچ خودگردانی نداره، محله ریش سفیدهاش رو از دست داده، اومناش رو از دست داده، ولی ساختارهای مدرن توسعه یافته پایداری که این محله رو اداره بکنه، این نیست، وجود نداره. اجازه بدید اگر از این بگذرم که چطور جامعه از یک وضعیت پرتاب شده و در یک وضعیت مستقری هم نمیتونه بست پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه. یک چیز دیگه هم بگم که این قسمت رو تمام بکنم. مردم ایران، خواهش میکنم اینو توجه بفرمایید، به عنوان یک دانش آموز با اطمینان میگم، ممکن است به تهاشی خطا وجود داشته، من کلا خطاهایی تو ذهنم وجود داشته باشه، ولی تا حدی یک درجه اطمینانی هست که طبق مطالعات جهانی یکی از ویژگی‌های جامعه ایران پرفورمنس اورینتیشنه. در جامعه ایران میل به موفقیت یکی از بالاترین میل‌های موفقیت در دنیاست، حداقل یه ذره بالاتر از متوسط جهانی است. یعنی جامعه ایران یک جامعه است که همین الانم در جامعه ایران یک میل به موفقیت در سطح بالاست. مردم ایران میخوان زندگی بکنن، زندگی در این سرزمین همچنان جاری است، مردم همچنان میخوان در نومیدی، میگن در نومیدی بسی امید است. میدونید یه پارادوکسه، این مردم ایرانه میخواد زندگی بکنه. شما الان برید بیرون ببینید که مردم با سیلی صورتشون سرخ میکنن، زندگی میکنن، شادی میکنن با تمام مشکلات و نگونبختی ها. مردمی که میخوان موفق بشن و نمیتونن، مشکل جامعه ایرانیه. تمام تبوت ها و ترس و لرز جامعه، این همه تنش ها، جامعه میخواد پیش بره، موفق بشه و نمیتونه و به رغم همه این مصائب همچنان میخواد زندگی بکنه و در نتیجه مطالبه نمیتونه به طور سازمان یافته داشته باشه از طریق همون مشارکت اجتماعی. در نتیجه برمیگرده به جای مطالبات سازمان یافته در حوزه‌های آرامشی که این مطالبات جامعه بیاد اندیشیده بشه، پرویخته بشه و پالایش بشه و تقطیر بشه و تبدیل بشه به بسته‌های سیاستی و با فشار سازمان یافته وارد سیستم های سیاستی بشه، سیستم های حکومتی بشه، این اندام های حسی و حرکتی به طور سازمان یافته و مؤثر بدون خشونت و به طور با یک روایی لازم، با صحت سنجی لازم، اون خواسته ها و اون نیازهای بسیار تند و تیز جامعه بیاد در یک حوزه های مدنی و NGOی و محلی و صنفی و حرفه‌ای و تخصصی و پژوهشی، اینها تقطیر بشه، قطره قطره صاف تبدیل بشه به یک راههایی برای رشد ایران، مواجهه با مخاطرات ایران و محافظت از آینده این سرزمین. نمیشه درک ناچیز بنده، با نهایت اعتذار میگم، با اطمینان میگم نمیشه و من نمیدونم اصلا امکان پذیر خواهد شد یا نه، ولی بلها تئوریتیکالی راه داره، بلحاظ تئوریک تجربه های دنیا راه داره،
همین الان هم کشورهای در حال توسعه این رو تجربه میکنن و از برکتش بهره مند میشن. این جامعه ایران میشه. یعنی یک جامعه ایست که در تب و تابه، یعنی نمیتونه به یک وضعیت قرار پایداری پویا در حال رشد برسه. گاهی اینترنتش قطع میشه، میره، منقبض میشه و گاهی مشکلات نابرابری ها میزنه، از یه حاشیه شهر در میاد، سرکوب میشه، به شکل امنیتی رفتار میشه و بعد البته وقتی ما این کار میکنیم انواع اقسام دسته ها و اغراض و اینا هم وارد صحنه میشه و مسئله پیچیده میشه. شما اجازه ندادیم که در حوزه های آرامش این مسائل بررسی بشه. یه زمانی طبقات تهیدست شهری بلند میشن، طبقات متوسط نیستن، بعد طبقات متوسط میان، طبقات تهیدست نیستن، دانشجویان میان، هیچ کس نیست، سرکوب میشن. یعنی جامعه همینجوری داره بیقراره و نمیدونم این جامعه میخواد چی بشه و مسائل مختلف دیگه. ببینید این شاخص، ببخشید دوستان، Global Preferences Survey یه شاخصی است. همین الان هم الان نه البته شب بذارید در همراهتون، Global Preferences Survey اون آدرس. این شاخص بررسی میکنه که ترجیحات ملت‌ها در دنیا چیه. ملت‌ها ترجیح میدن چه کار بکنن. مثلا اینا شاخص دارن، آیا ملت‌ها مقابله به مثل میخوان بکنن؟ مقابله به مثل ملت‌ها، کدوم ملت‌ها منفی است و کدوم ملت‌ها مقابله به مثل مثبت میکنن؟ و چیزهای دیگه. یکی از شاخص‌ها شکیباییه. این شکیبایی رو من از اونجا گرفتم که برای شما نشون بدم. شکیبایی در ایران چقدره؟ این یک به این صورت نشون میدن که یک خط محور دارن که متوسط جهانی است و کسانی که زیر متوسط جهانی شکیبایی دارن و جهانی که ملت‌هایی که بالاتر از متوسط جهانی شکیبایی دارن. مقیاس هم داره، شکیباییش رو با گویه‌های دقیقی اندازه میگیره که مردم چقدر شکیبایی دارن. ببخشید اینجا ملاحظه میفرمایید که این چینه. چین 38 خورده ای شکیباییش بالای متوسط جهانی هم هست. این مثلا کره جنوبیه، متوسط بالای جهانی، و همینطور این اسرائیله، خب، و این هم ایرانه. یعنی درست وارونه چینی. یعنی اونها 38 خورده‌ای بالای متوسط جهانی شکیبایی دارن و ما 38 خورده‌ای منفی زیر متوسط جهانی شکیبایی داریم. چون شکیبا نمیتونیم بشیم، چون میگیم که معلوم نیست که فردا چی میشه. همین امروز بزن، همون امروز بگیر، همین الان بکن. الان اگر ویراج ندی، از این چهار راه نری، موندی. و و و اگر الان این چیز رو سریع، آنی، زود به هر صورتی نگیری، تمام شد، آخرش با کرام الکاتبینه. اصلا معلوم نیست که آخرت داشت آخر عاقبت این جامعه داشته باشه. معلوم نیست این سیستم ها برقرار بمونه. ببین این خیلی مهمه. این ناپایداری میاد تو مخ مردم و بعد مردم عجولن. همه کارهاشون، یه بحثی ما در خدمت یک مجمع پزشکی بود اونجا، یه بحثی که من نمیتونم اینجا اون بحث رو باز بکنم، منم یه مشارکتی داشتم که اصلا برخی رفتارهای بدنی ما هم اونجا بحث میشد که چقدر عجله داریم در رفتارهای بدنی ما و مسائل مختلف. این گالوپ گلوبال ایموشنز، این 2019 مربوط به چند ماه پیشه و این گزارش رو میتونید باز کنید و بخونید. این گزارشی که گالوپ انجام میده بررسی میکنه که مردم کشورها چقدر پوزیتیو اکسپریانس، ایموشنال اکسپریانس دارن، چقدر نگاتیو ایموشنال اکسپریانس دارن. بررسی میکنه که مردم که میان بیرون در 24 ساعت زندگی میکنن، در این زندگیشون چقدر هیجانات و احساسات منفی تجربه میکنن و چقدر هیجانات و احساسات مثبت تجربه میکنن. اینو بررسی میکنه. گالوپ هم که میشناسید، مؤسسه گالوپ.
حالا شما ببینید اینجا اومده یه رنکی کرده که کدوم کشورها بیشترین مردمشون بیشترین احساسات مثبت تجربه میکنن، هیجانات مثبت تجربه میکنن، شاد میشن، احساس مثبت به اونا دست میده، فیدبک بیو فیدبک، فیدبک زیستی، فیدبک بدنی، فیدبک فیزیولوژیک و عصبی و روانی مثبتی از زندگیشون، کارشون، خیابانشون، تلویزیونشون، طرز رفتار حکمرانانشون، سیاستهاشون و و و اقتصادشون، فرهنگشون دارن، مدرسهشون، سازمان کارشون، مدیریتشون و چیزهای دیگه. خب و بعد یک رنگ دیگه هم کرده که کدوم ملت‌ها بیشترین تجربه منفی در طول روز از نظر احساس و اموشنال و عاطفه تجربه میکنن. در اینجا ملاحظه میفرمایید که highest negative experiences worldwide، در کل جهان بالاترین تجربه های احساسی منفی رو نشون داده. چاد، نیجریه هست، سیرالیونه و عراق و بعد ایرانه. واقعا ایران جاش اینجا نیست. من کاری با کشورهای دیگر هم، کشورهای مهمی هستن، با ارزشن، هر کدوم فرهنگی دارن، تاریخی دارن، ولی ایران یک کشور متفاوتی است. نه اینکه نجات پرستی بکنیم، نمیدونم هنر نزد ایرانیان است، ایرانی ها یک ملت متوسطی هستن، ایرانی ها یک ملت متوسطی هستن، مثل تمام متوسط الحال آبرومند دنیا میتونن زندگی بکنن، ولی دیگه جاشون اینجا نیست. جاشون اینجا نیست از نظر اینکه مردمشون اینقدر پالس منفی. خب این مردم این با این احساسات منفی چطور مشارکت بکنن؟ البته یه دفعه چی میشه؟ جونشون به لب میرسه، سینه سپر میکنن، ولی خیلی اشتباه میکنن که سینه سپر میکنن جلوی گلوله. چرا مردم جلوی گلوله برای اینکه زندگی بکنن باید سینه سپر بکنن؟ ولی درگردیم به این من بگم که اشتباه میکنی، کاری با من میکنه به هر حال، میگه چون بس تو مثل این که صدات از جای گرم در میاد. من گرسنه‌ام، من نمیتونم جواب زنم و بچه‌ام رو بدم، من خونه ندارم، من سرپناه ندارم، من از ابتدایی ترین امکانات و بعد از طریق این ارتباطات رانت‌ها رو میبینه، امتیازات رو میبینه، فساد رو میبینه، حیف و میل رو میبینه، شهر رو میبینه، پاساژ‌ها رو میبینه، ماشین‌های خارجی رو میبینه، نمیتونه این زندگی بکنه، نمیتونه تحمل بکنه. خب این میشه همین وضعیتی که ملاحظه فرمودید. و همینطور مقیاس‌های دیگر، این هم اینگلهارت کار کرده. اینگلهارت رو میشناسید، پیمایش‌های بین‌المللیش، یک جامعه شناس برجسته در سطح نمایندگی میکنه پیمایش‌های بین‌المللی رو بر اساس استا شاخص ها چند موج انجام گرفته، که مهمترین مسئلهش اینه که با لکه هایی نشون بده که از جمله این که یه طیف مهم میداره. اینگلهارت میگه که ببینم در جوامع کجا مردم ارزش های بقا براشون مهمه، کدوم جوامع برای مردم ارزش های شکوفایی مهمه. ایشون یه طیفی درست کرده، یک کانتینیومی درست کرده. یک طرفش سروایوینگه. سروایوینگ یعنی مردم میخوان زندگی معیشتیشون رو بگذرونن، خودشون رو سر پا نگه بدارن و به اصطلاح نون شبشون رو به دست بیارن، و اون میشه وضعیت جامعه‌ای که درش ارزش‌های بقا حاکمه، فقط میخواد خودش رو سر پا نگه بداره. ولی یه جامعه دیگری که اصلا براش بقا موضوعیت نداره، اون حله، براش اینه که صبح که میاد بیرون میخواد خودشکوفایی بکنه، میخواد خودش رو عیان بکنه، بیان بکنه، نقاشی بکشه، هنر نشون بده، مدیریت بکنه، کشف بکنه، اختراع بکنه، مشارکت اجتماعی بکنه، حل مسئله محلش رو حل بکنه، مسئله شهرش رو حل بکنه. این میشه سلف اکچوالایز کردن، سلف اکسپرشن میگه اینگلهارت، خود رو بیان کردن، خود اظهاری، ابراز وجود و ظهور اون کمالات، اون استعدادها، اون ظرفیت‌های نهفته بشری. خب این میشه یک طرف که ها وضعیت در واقع وضعیتی است که انسان‌ها سلف اکسپرشن میخوان بکنن، و یک طرف هم که میخوان فقط خودشون رو
سروایو بکنن، سرپا نگه بدارن. و اینجاست که میبینیم که باز در ایران وضعیتی است که بیشتر ارزش‌های بقا حاکم میشه و روز به روز در جامعه ایران ارزش‌های بقا اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مردم فقط میخوان خودشون رو سرپا نگه بدارن و این جامعه توسعه نمیکنه، در اینجا مشارکت نمیشه، ببخشید. و کشور هم مشکلات زیادی داره. من خدای نکرده منظورم این نیست که مثلا بگم هرچه مشکلات در دنیا هست در ایران هست. همه جوامع مشکلات دارن، جامعه ایران ولی نیازی نیست این همه مشکل داشته باشه. باید جلوی این مشکلات رو بتونه بگیره، توانایی هایی داره و به ازای مشکلاتش خیلی زیاده. من یک مثال میزنم، رد نقل میکنم از رئیس وقت سازمان زمین، زمینشناسی و اکتشافات معدنی. ایران در کمربند مخاطرات دنیاست. از 43 مخاطره 34 مخاطره در ایران. بر اساس نقشه های 1.25000 ایشون میگه که مخاطرات زمینشناسی فقط در ایران نقشه فرونشست داریم، نقشه کارست داریم که همون تخلخل سنگ هاست که رطوبت به اونها نفوذ میکنه، نقشه گرد و غبار داریم، نقشه سیل داریم، نقشه زمین لرزه داریم، نقشه زمین لرزش داریم. یعنی محیط سرزمینیمون هم چندان محیط استیبلی نیست، انواع اقسام در معرض انواع اقسام مخاطرات و در نتیجه اینجا مشارکت لازمه. اینجا مردم باید بتونن با مشارکتشون نسبت به آبشون، هواشون، ریزگردشون، تالابهاشون، دریاچه‌هاشون، خیابانشون، شهرشون، خاکشون، خاک پرسایش خاکشون، تبدیل دشتهاشون به بیابان حرف بزنن، راه پیدا بکنن، حساسیت ایجاد بکنن، سازمان بدن، اینا رو از حالت هیاهوهای توهی در بیارن، سازمان یافته و بررسی شده، بسته های دانش از توی این مباحث در بیاد و از طریق سیستم مشارکت اجتماعی اصلاح بشه سیاست ها، به موقع تغییراتی در رفتارهای حکمرانی اتفاق بیفته، مدیریت شهر و بقیه داستان ها. جایکا رو میشناسید، جایکا کارهایی که داره از جمله درباره زلزله. من نقل میکنم، این رو من نخوندم ولی نقل میکنم از یک فرد کاملا کارشناس که میگفت که جایکا که اومده بود به ایران بررسی بکنه در تهران، درباره تهران یک پیشنهادی داده بود. یکی از دوستان حضور زن دارن که چه پیشنهادی درباره تهران داده، یعنی بعد از بررسی تهران، بررسی در ایران، بررسی هایی کرده درباره زلزله و پیشنهادی که درباره تهران داده. بله؟ بله 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 بله، دقیقاً همونطور که دوست عزیزم اطلاع دارن، شما بی زحمت عرایض بنده رو تکمیل بفرمایید. عرض کردم من این رو مطالعه نکردم. بله بله، اون چیزی که تعبیری که شون میگفت من لازم میدونم، چون ببینید ترس رو کائنات به وجود آورده، خدای عالم ترس رو آفریده که ما بترسیم. عنایت میکنید؟ اگر ترس تعالی پیدا میکنه میشه دوراندیشی. ترس اگر سقوط پیدا بکنه، مبتذل بشه، میشه جبن، ترسویی که هیچ مخاطره کسی نمیخواد بکنه. اما ترس اگر حکیمانه با فرزانگی با ویزدم غریزه ترس تعالی پیدا میکنه میشه بترسیم، بترسیم نسبت به آینده ایران. آقایان بترسن. وقتی کسی میره ملتی رو میخواد اداره بکنه، وقتی مدیریتی میخواد کشوری رو حفظ بکنه، باید بترسه از جنگ، بترسه از نابودی یک ملت. بله، ما ترس رو هم از دست دادیم. خب بله، من برای اینکه این نوع ترسهای تعالی یافته، ترسهای به بلوغ رسیده، ترس بالغ، نه ترس نابالغی، ترس بالغ، وقتی میشنوم من از اون کارشناس شنیدم، باور کنید که خیلی تأثیر در زندگی من، در آرامش من داشته است تا به امروز. باور کنید. نقل میکنم از ایشون، همطور که دوست عزیزم من فرمودن، ایشون پیشنهادش به طور مشخص اینه که اینجا کورهای جسدسوزی درست بکنید، اینجا جاهایی درست بکنید، سیستم هایی داشته باشید برای سوزوندن،
چنین جامعه‌ای که ریسک سوسایتیز در همین مؤسسه محترم، در همین نهاد با ارزش من بودم، به عنوان یک دانش آموز مشارکتی داشتم، یکی از بحث‌های قبلی بوده که عرض کردم ایران ریسک سوسایتیه و توضیح دادم جامعه خطر رو. اون موقع البته بحث آموزش پرورش بود و توضیح دادم که آموزش پرورش در باره جامعه خطر چه کارهایی میتونه بکنه. با جامعه خطر هستیم، ریسک سوسایتی هستیم. دیروز همین دیروز یکی از دوستان من اینا رو صبح اول وقت نوشتم و این به اصطلاح بحث دیروز صبح، امروز صبح اول وقت نشدن، دیروز صبح اول وقت با یکی از دوستانی که کارشناس و مطلع هستن درد دل داشتیم. ایشون میگفت که طبق بررسیشون، چون ایشون در یه بخش حرفه‌ای به طور تخصصی کار میکنه، ایشون میگفت 84,000 طرح عمرانی با 500,000 میلیارد تومان اعتباری که نداریم رو دستمونه. یعنی طرح عمرانی که میخواد این جامعه توی اولیات این جامعه، خب 500,000 میلیارد تومان. حالا بعد من بررسی کردم چه اتفاقی میفته؟ یه تعداد آقایونی که امضاهای طلایی دارن و رابطه های زمردی دارن، اینها نشستن، حالا میگن که آقا حالا که 500,000 میلیارد تومان پول نداریم چیکار بکنیم؟ آقا بدیم خصوصی سازی بکنیم. 84,000 طرح عمرانی، هر طرح مثلا یه سنار، آقا بدید، از این بروکراسی بذارید کنار، این مقررات رو خوشمون میاد دیگه، درسته؟ چون جامعه مشارکت که نداره، یکی تعداد آدم ها نشستن، همون آدم هایی که 4 دهه هست 40 سال در این جامعه متلعمند، همون آدم هایی که به امتیازات خاص، روابط خاص، مجوزهای خاص دسترسی دارن، امضاهای طلایی دارن، رابطه های رانتی دارن، همون آقایون میگن آقا این بروکراسی چیه؟ مقررات صدایی بکنید، دستگاه‌های نظارتی رو بردارید. چی؟ برای اینکه این طرح‌ها مونده بذارید خصوصی سازی، مردم بیاد. مردم یعنی چی؟ یعنی همون رانت ها، یعنی همون طبقه جدید، نوکیزه ها که اطلاعات رانتی دارن، رانت های اطلاعاتی دارن و ما با اینا مشارکت اجتماعی وجود نداره. باز مشارکت اجتماعی وجود نداره که این اتفاقات میفته. این جامعه با این مشکلات باید به بلوغ برسونه خودش رو، یعنی مچوریتی پیدا بکنه، بتونه سازمانیابی داشته باشه، خلاقیت نشون بده، عقلانیت نشون بده، اثرگذار بشه و این مستلزم مشارکت فعال اجتماعی است و سوشال پارتیسیپیشن اینجا اهمیت داره. ما نیاز به مشارکت اجتماعی داریم تا، اما مسئله من در این بحث امروز من دقیقاً اینه که اما مشارکت اجتماعی در ایران خودش یک مسئله هست. در ایران جامعه کوچک نگه داشته شده و منفعل و کمتر فعال، با یک حاکمیت بزرگی که هم فعاله و هم بدفعاله و هم هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. یعنی ما داریم هزینه تمرکز پر هزینه ناکارآمدی رو میدیم، از هرج و مرج هم رنج میبریم. این پارادوکس ایرانه. یعنی ملت‌هایی اقتدار رو قبول میکنن اما نونشو میخورن. اقتدار میگن، اقتدار الگوی توسعه اقتدارگراست اما توسعه پیدا میکنن. حالا پایدار نمیشه، محدودیتاش چیه من کاری ندارم، اما ما اقتدارگرایی که چه عرض کنم، تمامی خواهی رو هم میپذیریم و همه دولت بی دولت، همه دولتی و بی دولتی، همه چیز رو دولت دخالت میکنه، دولت هیچ کارم نمیتونه بکنه، هر کاری هم در این مملکت اتفاق میفته. خب اینجا جامعه و دولت یکی از مشکلاتی است که چون جامعه کوچیک مونده و قد نکشیده و بلوغ نرسیده و دولت مرتب حیطه ها زیر پاشه و در حوزه اختیاراتشه، در نتیجه وضعیتی که به وجود اومده من تصور میکنم اصلاح میفرمایید، شکاف ملت و دولته. ایران وضعیت شکاف ملت دولت داره و حوزه میانی بین حاکمیت و جامعه توسعه پیدا نکرده. ایران یه جامعه است که دولت بزرگ و ناکارآمد، ملتی که کوچیک نگه داشته میشه و فضای میان ملت و دولت وجود نداره، توسعه پیدا نمیکنه و در نتیجه یک شکاف میان ملت و دولت وجود داره. این بار کج اصلی ماست که هیچگاه هم به منزل نخواهد رسید. فرهنگ مشارکت
چطور میشه که در یک جامعه فرهنگ مشارکت بست پیدا بکنه یا منقبض بشه؟ بعضی از جوامع هست که در اونجا فرهنگ مشارکت منقبض میشه، فروبسته میشه. بعضی جوامع هست که روز به روز فرهنگ مشارکت بست پیدا میکنه، بست توسعه پیدا میکنه. یکی از کلاسیک ترین کارها، همتون میدونید که آلموند و وربا کار کردن، از اون کلاسیک ترین کارهاست که آلموند و وربا کار کرده روی 5000 نفر در جامعه انگلستان و ایالات متحده و آلمان، ایتالیا و مکزیک. تمرکز اینا میدونید چی بود؟ این بود که میخواستن ببینن که ادراک مردم نسبت به حکومت چیه. مشارکت با این ارتباط داره. اونا بررسی کردن که برای اینکه مشارکت بشه، مردم باید بررسی بکنیم که مردم چه ادراکی نسبت به حکومتشون دارن، احساسشون نسبت به حکومت چیه، و اینکه از نظر مردم حکومت با اونا میخواد چه کار بکنه و درباره اونها میخواد چه کار بکنه، و اینکه نتیجتاً فکر میکنن که اونها با توجه به حکومت باید چه کار بکنن. خب از این طریق اجتماعی میشن افراد، و بر اساس این آلموند و وربا میاد یک تیپولوژی ستایی درست میکنه که سه جور فرهنگ رو ایشون تعریف میکنه، که البته دوستانی که یه موقع مایل بودن یکی از جاهایی که میتونید مراجعه بکنید همین کتاب ما ایرانیان فصل آخر بخش پنجم، من در حدی دانش آموز اینو یه ذره توضیح دادم. خب حالا این میاد به این تیپولوژی میرسه که یه جامعه ای هست که اسمشو میذارن جامعه محدود و بسته، که همون جامعه سنتیه که شیوخ ادارش میکنه، اهل حل و عقد این جامعه رو اداره میکنن. یه جامعه ای هم اسمشو میذاره جامعه تبعی، که در اون جامعه یا مردم پیروان یا سرپیچی میکنن، یا مردم پیروی میکنن، یه وقتی هم خسته میشن و دل سرد میشن سرپیچی میکنن، یعنی یه وقت مطیعن و یه وقتی متنفرن. یک وضعیت تبعی داره، یک وضعیت سیکلیس میان اطاعت و نافرمانی، و این جامعه اسمش رو میذاره یه جامعه تبعی. و یه جامعه که این محققان میگن جامعه ایست که درش مشارکت فعال وجود داره، اون جامعه ایست که درش تقسیم کار اجتماعی اتفاق میفته، درش تخصصی شدن به وجود میاد، درش نهادهای شهری، محلی، سمنی، مدنی توسعه پیدا میکنن، حرفه ها و صنوف توسعه پیدا میکنن، شهروندان سازمان پیدا میکنن، حقوقی دارن و میثاق های اجتماعی به شهروندان اجازه مشارکت، ابراز وجود، نقد و روشنگری و حوزه عمومی به وجود میاد و اون فضای میانی، و در نتیجه مردم در این جامعه میدونن چیکار میکنن، ببخشید بیان ناچیز بنه، با نخبگان بازی میکنن. نخبگان باید بیان با بازی مردم خودشون رو موزون بکنن. میان میگن که مردم میدونید مثلا شما بیشترتون مهاجرید، ما در برنامه های امسال تو برنامه دولتمون نگاه کنید برای مهاجران یه بودجه خاصی در نظر گرفتیم. این مهاجران هم میگن حالا که اینجوری براتون یه رأی میدیم، حالا بیاد ببینیم چیکار میکنید. مردم در واقع با نخبگانشون بازی میکنن، چون یک جامعه پارتیسیپیشن، مشارکت، با مشارکت مردم اداره میشه. در فرهنگ اما پیروی و سرپیچی که اون حالت دومه، ساخت قدرت مهمه. در این فرهنگ ها که ببخشید در اونجا نشون دادم براتون، اینجا مشکل چیه؟ اگر اجازه بدید سریع بگم، ساخت قدرت مهمه، ساخت قدرت اهمیت داره. قدرت یه کالای کمیابه، هر کس به قدرت دسترسی داره همه چیز دسترسی داره، و در نتیجه در یک چنین جوامعی که یا تقدس است یا پول نفت است و یا یک زمینهای تاریخی است و یا در جامعه ایران همش هست الان، در یک چنین و موقعیت جغرافیایی سیاسی ژئوپلیتیک هم خودش مثلا از مردمی که در یک موقعیتی قرار دارن که در معرض انواع اقسام بحرانها حوادث، موقعیت جغرافیایی سیاسی و فرهنگی خیلی پیچیده‌ای دارن، در یک چنین جامعه قدرت اهمیت پیدا میکنه و هر کس به قدرت دست پیدا میکنه میتونه در اموال و نفوس و حیثیات و منابع و تصمیم گیری ها و نهادها هر کاری بکنه. در یک چنین وضعیتی افراد خودشون رو با قدرت میزان و موزون میکنن. یه تعداد صاحب قدرتن با خودشون یه پیرامون درست میکنن، حامی پروری میکنن، با خودشون یه پیرامون درست میکنن. یه تعداد افراد مقهور قدرت یا مجذوب قدرت میشن. ببین همه قدرته،
یه تعداد افراد هم سهیم در قدرت میشن، شرکت سهامی از اون سهمهای کوچیک تا سهمهای خیلی بزرگ، هر کس یه جوری از این ترشحات قدرت اگر بتونه سهیم بشه میتونه زندگیش رو به نحوی همون بقا رو دنبال بکنه، ارزش‌های بقا رو. ببخشید، یا سهیم در قدرتن یا شریک قدرتن، در مسائل قدرت شرکت میکنن، یا اینکه مردم منفعل در برابر قدرتن، یا اینکه حالا ببخشید اینجاش که خیلی غلط اندازه، میان شاکی قدرت میشن و داعی قدرتی میشن که در واقع به لحاظ ساخت همون قدرته، اما فقط جای افراد عوض میشه. یعنی یه تعداد افراد میان شکایت میکنن، میگن آقا این چیه این وضعیت، به احتمال زیاد برای اینکه دوباره به همون قدرت با همون ساخت برسن و دوباره بدون تغییر اساسی همون وضعیت ادامه پیدا بکنه. یک چون جامعه پیروی و سرپیچیه، مشارکت دیگه نیست، سیکل حاجت و طاعت و یا تمرده و الی داره. من اگر اجازه بدید اینجا یک آزمایش های جانوری وجود داره که من به نظرم خیلی مهمه، چون میدونید خیلی تحقیقات پایه هستن که نشون میدن که چه اتفاقاتی میفته که مردم مشارکت میکنن یا نمیکنن. یه آزمایش های جانوری شده که کردارشناس های حیوانی، یه تعداد صاحب نظران و متخصصینی وجود داره که کردارشناسی حیوانات میکنن و تحلیل رفتار حیوانات میکنن. محققانی مثلا اومدن از طریق این مطالعات رسیدن به این که شکست اجتماعی منشأ استرس میشه در اینها و رفتارهای ضد مشارکتی از خودشون نشون میده. یعنی جانوران وقتی شکست پیدا میکنن، جانورانی که زندگی اجتماعی دارن و گروه هایی دارن و مشارکت هایی در سایز خودشون دارن، اینها وقتی شکست پیدا میکنن استرس از خودشون نشون میدن و رفتارهای ضد مشارکتی. این موشای صحرایی رو با عرض معذرت در شرایط درگیری خاصی قرار دادن که رابطه مقیم متجاوز به وجود اومده. یعنی موشهای صحرایی یه تعدادشون بر اساس اون آزمایش‌هایی که صورت گرفته مقیم شدن، یه تعداد از موشهای صحرایی هم متجاوز به این مقیم‌ها شدن و نتایجی که از این آزمایش‌ها در نظر گرفتن دیدن که کلاً دیگه مشارکت از زندگی اینها حذف میشه و همش وضعیت به اصطلاح ستیز و سلطه هست، یا یک گروه میخوان سلطه داشته باشن، یک گروه هم میخواد با اونا ستیز داشته باشه. خب سلیکمن رو حتما میشناسید که روی درماندگی آموخته کار کرده، این learned helplessness، درماندگی آموخته، چطور میشه که ملتی یاد میگیره که هیچی نمیتونه بکنه، ملت یاد میگیره که هیچ کار نمیتونه بکنه، از دستش چیزی ساخته نیست، سرنوشت رو دست خودش نیست، بس مشارکت نمیشه. ببخشید عذرخواهی میکنم، به عنوان یه طلبه عرض میکنم، جوامعی که میبینید مشارکت میکنن، برید اگر ادراکات اون مردم رو، ذهنیت اون مردم رو بررسی بکنید، اون مردم سلف افیکیسی دارن، اون مردم خودشون رو فاعل قضایا میدونن، میگن ببینید ما مشارکت میکنیم همون شب نتیجه میگیریم، بعد بیشتر از اون یک سال بعد نتیجه میگیریم، بیشتر از اون 10 سال بعد نتیجه میگیریم. درس میگن که چه علتی داره که اون اگه جاش اونجا نیست باید عوض بشه دیگه، میان بررسی میکنن، مشارکت میکنن تا یواش یواش جای اونو تغییر بدن. چرا؟ چون خود اثر بخشی دارن، احساس میکنن که میتونن علت قضایا باشن. ولی وقتی ملتی احساس میکنه که نمیتونه، اون درماندگی آموخته است که میگه که من اصلا نمیتونم کاری بکنم. خب حیواناتی رو که متعلق به دو تا گروه کنترل هستن، یک گروه آزمایش داشتن، گروه تست داشتن، دو تا گروه کنترل. یک گروه کنترل حیواناتی هستن که استرس هایی به اونها وارد میشه، حالا از نظر اخلاق پژوهش محل بحثه، ولی به هر حال من نتیجه تحقیقات رو میگم. استرس هایی به این حیوانات زبان بسته وارد میکنن، اتسناب ناپذیر، ولی استرس ها، یعنی اتسناب ببخشید در واقع اتناپذیره، قابل مدیریت، من اینجا اشتباه تایپ کردم ببخشید، استرس هایی که دریافت میکنن ولی میتونن ازش دوری بکنن، استرس هایی که میتونن ادارش بکنن، اون مازها و اون قفس ها یه کارهایی میکنن که اینا استرس ها رو میتونن کنترل بکنن و مدیریت بکنن، اصخایی میکنن. بعد
اینها با استرس ها مواجه میشن این حیوانات، ولی مرتب ورزیده میشن، یاد میگیرن که این استرس ها رو چطور مدیریت بکنن و افسردگی هم ندارن. ولی گروه دوم کنترل حیواناتی هستن که استرس به اونها وارد میشه ولی غیر قابل اجتنابه و غیر قابل پیش بینیه و غیر قابل تدبیره. اینها دچار درماندگی آموخته میشن، اینها استرس پیدا میکنن و در نتیجه شکست اجتماعی پیدا میکنن و در نتیجه میگن ما نمیتونیم، باید تحمل بکنیم این وضعیت نگونبختی رو و استرس رو. مرتب فرو میخورن، مرتب فرو میریزن، از هم میپاشن، در هم میریزن. خب دستگاه عصبی و شناختیشون منکوب میشه، منشون سلفشون خودشون نابود میشه، تهی میشن از انرژی های حیاتی، انرژی های زیزندگی، انرژی های اخلاقی، انرژی های عاطفی. مردم عصبانی میشن به یک چیز کوچکی با هم دعوا میکنن، قدرت فکر کردن و اندیشیدن رو به تدریج از دست میدن، امید اجتماعی رو از دست میدن، همبستگی اجتماعی رو از دست میدن، عصبانیت اجتماعی پیدا میکنن. اون تعبیری که علوم شناختی ها میگن اگو دپلشن یعنی تهی میشن از انرژی، تهی میشن از انرژی زندگی، انرژی شور زندگی. خب این حالا اگر همین مردم بخوان زندگی هم بکنن یه تناقضی است. خب پس اینجا میبینید که این آزمایش ها و وقتی این انقیاد ها و این شکست ها و این تلخ کامی ها و دشمن کامی ها بیشتر میشه، این آنسوش میشه انقلاب، آنسوش میشه تحولات پرهزینه، میشه خشونت، میشه از هم پاشیدگی، میشه کرخ شدن مردم، کرخ شدن مردم و تغییرات توسعه و تغییرات پایدار در اونجا سخت میشه. مثالی که باز من فقط در این قسمت بحثم مخصوصا خواستم این آزمایش های جانوری رو عرض بکنم، این ماکاک ها رو که جزو نخستی های متکامل تر نزدیک به ساختار مغز انسان هم، ماکاک ها مثلا در هند و اینا رو آوردن در موقعیت های سلطه و پیروی بررسی کردن. موقعیت های سلطه و پیروی در جاهایی که در هند مثلا ماکاک ها در موقعیت های سلطه و پیروی قرار گرفتن، ماکاک های ملکه و فرزندانشون از میوه درخت میخورن و بقیه باید از آنچه که بر زمین میفته بخورن و میوه هایی که خس و خاشاک شده و به اصطلاح خشک شده از اونا بخورن، مگر اینکه ملکه و بچه‌هاش سیر بشن برن و اونا بیان یه مقدار بتونن از درخت بخورن. حالا توجه بکنید، محققان دیدن که دوره‌هایی که خشکسالی به وجود میاد و منابع محدود میشه، اون ماکاک‌هایی که گرسنه بودن همیشه منتظر می‌شدن که این ماکاک‌های ملکه و بزرگان بخورن، حالا چیزی موندن برن اینا از زمین خس و خاشاکشو بخورن، نمیدونم اینا عادت کرده بودن، میگفتن نصیب ما اینه در کار گلاب و گله، اونا باید از درخت بخورن، ما هم از زمین اگه پیدا کردیم بخوریم. ولی وقتی که دیگه خشکسالی میشه و محدودیت منابع میشه، این ماکاک‌های گرسنه انقلاب‌های گروهی میکنن و میان علیه این ملکه دسیسه میکنن و شکست میدهن تا یه غذایی به دست بیارن. جالبه که این ماکاک‌های شکست خورده هم طبق تحقیقاتی که صورت گرفته در انسانشناسی مباحث دنبال میشه، اون قسمت‌هایی که انسانشناسی میره دنبال کردارشناسی حیوانات رو بررسی میکنه، این ماکاک‌های شکست خورده حالت پارانویایی پیدا میکنن. این پارانویا شامل خانواده‌های خودشون میشن، خانواده خودشون از بین میبرن. شما در ایران ببینید پادشاهان گاهی کور کردن، گاهی پسر پدر رو کشته، گاهی برادر برادر رو کشته. این وضعیت‌هایی به وجود میاد، عجیبی که در ماکاک‌ها این بررسی شده. ولی اون قسمت که برای من خیلی مهمتره، با عرض معذرت به عنوان میخوام اون مشارکت رو بگم، اون قسمت که برای من مهمه اینه که اینا سرگردانی، دوره سرگردانی سپری میکنن، ولی مترصد گله های تازه ای هستن که در اونها دوباره نفوذ بکنن و دوباره اون فرایند رو از نو به اصطلاح تکرار بکنن. بعد برای اینکه اینا این کار بکنن، رفتارهای نمایشی میکنن
مثلا میان برای نجات اعضا از مکاکای غالب تلاش هایی میکنن. مکاکایی که جاهای دیگری غالب شدن، اینا میان بچه هاشون رو کمک میکنن یا اظهار خوشرفتاری با مکاکای کوچیک میکنن، مثلا با اونا بازی میکنن و اون جوریدن اونها و کارهایی میکنن که میمون ها میدونین جوریدنشون رو که چه کارهایی میکنن، اینا میرن از اون کارها میکنن که تا جلب و بعد دوباره موجی از توده های مکاک رو راه میاندازن و برای موجه ها دوباره سوار میشن و میرن دوباره غلبه پیدا میکنن. این سیکل ها در آزمایش های جانوری هم دیده شده. این سیکل ها ضد مشارکت، این امکان مشارکت های اجتماعی آرام و پایدار و مؤثر و اثرگذار رو میگیره. به هر حال جامعه یک وضعیت جامعه رفتارهای مقابله است. ببخشید، در مقابل دوگانه چیه؟ سلطه و ستیز. این رفتارهای مقابله هست. یه رفتاری است که ملت با حکومت یه دوئلی داره، حکومت هم با ملت. بعد رفتارها اگر یه ذره توسعه پیدا بکنه میشه رفتارهای معامله ای، هزینه فایده، شراکت. اگر توسعه پیدا بکنه میشه رفتارهای مفاهمه ای که مشارکت سطح یک. اگر بیشتر توسعه پیدا بکنه رفتارهای مشارکتی توسعه یافته میشه که غمخواری بشر، مراقبت اجتماعی، سوشال کیر، مردم از همدیگر مراقبت میکنن و از محلشون مراقبت میکنن، همسایه های یک آپارت مجتمع از مجتمعشون مراقبت میکنن. دیگه مثل قبلی اون وضعیت سنتی همسایگی نیست که وارد زندگی همدیگر بشن، ولی یک سازمانی میدن، مدیریت میکنن، مراقبت میکنن، زیباسازی میکنن، جلوی خطرات رو میگیرن و مشورت میکنن با همدیگه و همطور میاد در محله، همطور در شهر، همطور در صنفه ها، حرفه ها، انجیو ها و نهادهای مدنی و فعالیت های داوطلبانه اتفاق میفته. مردم بخشی از ابراز وجود خودشون رو از طریق voluntary activities دنبال میکنن. اون وضعیتی که انگلهارت گفت self expression، چون میخواد خودش رو ابراز وجود بکنه. اون روز ما در خدمت خانم دکتر قاسمزاده بودیم، نمیدونم خانم دکتر قاسمزاده، خیلی خوب تشریف ندارم من ذکری از ایشون بکنم. ایشون بله میگفت که من در با 40 تا دوست، با 40 تا کمک در این چند سال 16,000 کودک رو، 16,000 کودک رو خیلی از سازمان‌های بروکراسی با بودجه‌های بزرگ ما نمیتونن حتی بشناسن. 16,000 کودک رو رسیدگی میکنه. این آدم سلف اکسپرشنه، میخواد ابراز وجود بکنه، میخواد بخشی از اوقات فراغتش رو، خالی لحظه هاش رو میخواد پر بکنه از معنا. زنده باید زیست در آنات میرنده، خالی هر لحظه را سرشار باید کرد از هستی. زنده باید زیست در آنات میرنده، چیست جز این، نیست جز این را. زنده دارد زنده دل دم را، هر کجا هرگاه. چه زمانی که یک انسانی نمیخواد فقط خودشو سرپا نگه بداره، میخواد ابراز وجود بکنه، میخواد اون استعدادهای نهفته خودش رو بروز بده. حتی من معتقدم یکی از علتهای انقلاب در سال 57 ایرادی بود که در الگوی توسعه و مدرنیزاسیون بود، که بحثی بسیار مفصل. البته بعد از انقلاب هم اصلا توسعمون درست نبوده. اون موقع حتی یه مدرنیزاسیونی بود که اصلا اون مدرنیزاسیون هم به جاشو داد به اسلامیزاسیون و کلن اصلا مدرنیزاسیون باز هم به صورت نادرستی دنبال شد و توسعه هم که اصلا اجتماع مدار نیست. ما توسعه همون community based development نیست. همین الان هم توسعه ما مبتنی بر اجتماع نیست. اجتماع نمیخواد مبتکر توسعه بشه. مبتکر توسعه تکنوکرات ها هستن که در واقع در پشت یک ایدولوگ ها هم اونها باید مخفی بشن و در سایه ایدولوگ ها کارشناس ها میتونن یه چیزایی مطرح بکنن و این به اصطلاح وضعیت دوزبانی ایران و وضعیت پیچیده ایران رو نشون میده. به هر حال اینا الگوی دموکراسی رو توضیح دادم که الگوی دموکراسی ما ایراد داشت. اینکه امر سیاسی بر امر اجتماعی سیطره پیدا کرده،
این مؤسسه رحمان بررسی میکنه این مباحث رو، این سلسله بحثا رو، که چطور میشه که سوشال پارتیسیپیشن به وجود بیاد. برای اینکه مشارکت اجتماعی به وجود بیاد باید امر اجتماعی وجود داشته باشه. ما امر سیاسی امر اجتماعی رو مزمحل کرده، حتی در نخبگان تحول‌خواه ما هم، حتی بخشی از نخبگانی که داعیه اصلاح طلبی دارن. من تصور میکنم علت این که اصلاحات ضعیف در ایران شکست خورد، علتش همینه، یکیشم برای اینکه اصلاحات ضعیف بیشتر نگاه امر سیاسی داشته، در امر سیاسی هم ضعیف بوده، امر اجتماعی نادیده گرفته شده، مخفول مونده، غایب مونده. امر اجتماعی هست که پلتفرم ایجاد میکنه برای مشارکت اجتماعی، و الا تقلیل پیدا بکنه به روز رأی، صندوق ها، مردم بیان یک تشریفات دموکراسی رو، رویه‌ای رو در پای صندوق هایی که قبلا هم انتخاب شده این رفتارها رو نشون بدن، که این اتفاقی نمیفته. من ببخشید اینجا یادی باید بکنم از استاد مرحوم مهندس بازرگان، که دوره دانش آموزین رو کلاس های هفتم هشتم یادمه، من با ایشون به نام عبدالله متقی و عبدالله صالح آشنا شدم و کتابهاش رو خوندم در این 5 دقیقه که مونده. یکی از کتابهاش که همون دوره من خوندم، باور بکنید همچنان سرشار هستم از اون کتاب، اون کتاب بی نهایت کوچک هست. من معتقدم که راه ایران راه بی نهایت کوچک هست. در ایران منطق بی نهایت کوچک ها میتونه به ما کمک بکنه، یعنی جنبش های کوچک اجتماعی، یعنی نخبگان معمولی. ما از نخبگان بزرگ طرفی نبستیم، ما نیاز به نخبگان معمولی داریم. نخبگان معمولی یعنی معلم ها، پزشک ها، مهندس ها، جوان ها، زن ها، دانشجویان، دانش آموزان، اهالی محله، مبتکرهایی که میافتن جلو، مؤسسه راه میاندازن، نهاد درست میکنن، حوزه های آرامش ایجاد میکنن، خلاقیت های سیاستی نشون میدن، درباره محیط زیست فکرهای تازه میکنن، درباره انسجام اجتماعی، درباره مباحث دیگه. اگر اجازه بدید آخرین جمله این باشه که ایرانیان از 24، یعنی اسلاید ها ادامه داره ولی این جمله آخرین جمله منه، ایرانیان از 24 ساعت خود 13 ساعت و نیم نگهداری شخصی میکنن. یعنی دوش میگیرن، لباس میپوشن، نمیدونم میخوابن، نگهداری شخصی میکنن، سلف مینتیننس از نظر نرم های جهانی. و همین ایرانیان 1 تا 3 دقیقه در 24 ساعت فعالیت داوطلبانه دارن. این شاخص نشان دهنده فروپاش در هم شکسته شدن ظرفیت های اجتماعی است. امر اجتماعی از بین رفته که مردم جایی ندارن، امیدی ندارن، اطمینانی ندارن، اعتمادی ندارن. بله توش یه تعداد آدمایی برمیگردن به اون ظرفیت‌های انسانی و عقلانی و عاطفی و ظرفیت‌های هوش هیجانی، انرژی، سرشار از انرژی می‌کنن خودشون رو در وضعیت بسیار نامطلوب. ولی این توزیع نرمال نمیشه. ما با توزیع نرمال جامعه، اون 60 و چند درصد جامعه سر و کار باید داشته باشیم. توزیع نرمال، من خودم رفتم یه محاسبه‌ای کردم، شاید اینو یه بار گفته باشم فکر می‌کنم، که خودم چون محاسبه کردم بسیار ساده، محاسبه من این نتیجه رو داد که 0.5% از جامعه ایران ولو به صورت پاره وقت عضو یک نهاد NGOی و نهاد اجتماعی هستن، فعالیت های داوطلبانه هستن. این شاخص در آمریکا به جای 0.5% 25%. در آمریکایی که الگوی کاپیتالیستی داره و الگوی خاص انگلوساکسونی هم از نوع آمریکا داره، که اصلا الگوهای بسیار پیشرفته تر توسعه اجتماعی در اروپا و کشورهای در حال توسعه موفق وجود داره،
ما قانون مشارکت اجتماعیمون خانم ها آقایان در کمیسیون امنیت اجتماعی داره حصر دوره حصرش رو طی میکنه، یعنی در کمیسیون امنیت اجتماعی میخوان بررسی بکنن که مردم چطور مشارکت بکنن. خب و از هر 10,000 نفر در فرانسه 150 تا انجیو وجود داره، از هر 10,000 نفر در آمریکا 60 تا انجیو وجود داره و از هر 10,000 نفر در ایران فقط یک انجیو وجود داره، که البته من انجیو ها رو هم حساب کردم. اگر بخوام این اسلاید نشون بدم شما باید بگید که اون حرفتون پس بگید، ولی برای همین که قناعت بکنم همینجا فعلا نگه می‌دارم که فعلا با یک محاسباتی که یه ذره توش سهلنگاری وجود داره و تسامح با تسامح، یک انجیو در 10,000 به جای 150 انجیو در کشوری که بروکراسی داره، در کشوری که برنامه داره، برنامه‌های منطقه‌ای داره، در کشوری که بروکراسی کارآمد داره، در کشوری که سازمان‌های جا افتاده رسمی داره، در اون کشور 150 انجیو هم برای 10,000 نفر جمعیت کار میکنه. کشوری که اقتصاد داره، توسعه داره، او کشور جزء کشورهای توسعه یافته هستن، مثلا کشورهای OECD، اینا یه کشورهایی هستن که زیرساخت‌های محکم رسمی دارن، آموزش‌ها، زیرساخت‌های بزرگ اقتصادی دارن که نمیخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم. واقعا از کمی و کاستی عرایزم عذرخواهی میکنم، این رو بذارید برای محدودیت‌های واقعا دانش آموزی بنده و اینکه شاید من واقعا اینکه این مسیر رو میومدم، فقط تصور من اینه که، یعنی اون نقشه ذهنی من اینه که مثلا یک دامن بزنه به یک اندیشه و بهترین سرنوشت بحثای من هم اینه که نقد بشه، یعنی نقادی بشه و گفتگو در بارش صورت بگیره.